به نام ایران، درود بر دوستان ارجمند، همیهنانی که دارن ما را از راه یوتیوب جنبش رنسانس ایرانی تماشا میکنند یا بازندوخت این برنامه رو میبینند و دوستانی که در نشست هستند. سال پیش رو امیدوارم سال پیروزی برای ملت بزرگ ایران باشه، البته در سایه کوشش و تلاش و مبارزه. این هفته هم در پیشگاه استاد هلمند اروابی گرامی هستیم، قرار هست ایشون دنباله جستار پیشین که در خصوص کیخسرو بود رو پیش بگیرند و جستار کیخسرو شهریار آزادی بخش با پیامدهای خوب و ناخوب. استاد هلمند اروابی، درود دوباره پیشگاه شما و گویان پیشکشتون، بفهمید خواهش میکنم. درود بسیار گرم به شما گرامیان. بذار من با یک نیایش میهنی کوتاه سخنم را بیاغازم. فر ایران را می ستاییم، فر ایران را از دیرگاهان تاریخ تا به آستانه اکنون امروز می ستاییم. فر فرزانگان، دلاوران، رزمندگان، شهریاران نیک ایران را می ستاییم. فر زنان، مردان ایران دوست را می ستاییم. فر مرزهای ایران، دشتها، کوهها، جنگلها، آبهای شور و شیرین ایران را می ستاییم. فر شکوه مند ایران را از جان و دل می ستاییم. بار دیگر درود. گفتاری رو که براتون فراهم دیدم دنباله کیخسرو هست. اگر گرامیان یادتون باشد این بار دوم در این هنگامه هست. جلوتر از این هم دو سه گفتار درباره کیخسرو داشتیم با هم دیگر. چون دوباره شاهنامه رو داشتم برگ می زدم، دیدم که باید به کیخسرو برگشت و کیخسرو یک بار دیگر بهش نگریست، برای اینکه در نگاه من یک الگویی هست که خسرو، از اون الگوهای باستان که میگیم آرکتایپ میتونه باشه این، و این الگوها میدونید که الگوهای باستان الگوهایی هستند که هم در خودآگاه و هم در خودناگاه ما به میدان میان و کار میکنن. برای همین برگشتن به این و یک نگاهی دیگر، از یک کنجی دیگر بدان نگریستن بسیار سودمند است، خوب هست. خب همه انگیزه ما از این کارها اینه که خودمون رو بهتر بشناسیم. به اینکه خودمون رو بهتر بشناسیم همواره باید بکوشیم که هیچگاه از راه دانش که همون راه راستی هست، راه اشرایی هست، دور نشیم. راه اشرایی یک دریافت درستی باید داشته باشیم، آن راهی که درست هست، راست هست، و اون راه نمیتواند از دانش به دور باشد. انگامی که از دانش به دور شد میافتد در چاله و در مقاک دریافت هایی که امروز ما به نام دین میگوییم، که در گذشته واژه دین بیگمان کاربرد بسیار بهتری داشته است. حالا ما این دین ریلیجن برش در پیوند با اون میدونیم و اون ما را نمیبرد به اون جایی که باید برسیم، و این دانشی که فروتن افتاده هست، نرمش پذیر، کشش پذیر، این هست که ما از این ابزار یاری میگیریم برای فهم خودمون و هرگز هم به کجراه نمیرویم. نقاسی های خودمون رو میبینیم، توانمندی های خودمون رو میبینیم، هر آنجا که توانمندی هست الگوی کارمون میشود، آنجایی که افتاده ایم به مقاک یا به پستی افتاده ایم آموزه میشود که دیگر در این چاله ها نیفتیم. همه کوششمون اینه برای این کار. برای همین برمیگردیم که میخوام بشناسیم خودمون رو. شاهنامه یکی از این بنها هست برای فهممون، اگرچه آمیخته هست با ادبیات، آمیخته هست با
اسطوره و تاریخ، ولی یک نوشته گرانبهایی است، گران سنگی است که از دیرگاهان برمون مونده. و خب چون گفتارام بیشتر به خود بیشتر سراغ شاهنامه میرم، ولی دور نمیشم از دیگر گزارش ها، دیگر نوشته ها و گفته هایی که در پیوند با این کسانی که نام میبریم، ولی خب شاهنامه برجسته است. من چون روزهای نوروزی هست، دوست می‌دارم که کمی درباره خود نوروز هم سخن بگم. نوروز رو چون هنگام نوروز هستیم و یک هنگامی بسیار بسیار شکوهمندی است، دریغ که از کنارش بگذریم و بهش نپردازیم، باهاش به گفتگو ننشینیم، خوش و بش نکنیم با این هنگامی بسیار شکوهمند نوروز. من ازش به نام کهن یادگار یاد می کنم و می گویم که کهن یادگار هست. این کهن یادگار رو از نگاه زمانی نمیشه 100% گفت، ولی آدم نزدیک میشه به اون زمانها، به اون زمانهایی که میتونستین دریافت، نه با این نام شاید که میتونسته نباشه، ولی با این دریافت این مانا میتونسته باشه. ما چون مردمان کشاورز بودیم از دیرگاهان و سخت وابسته بودیم به چرخش زمین، گردونی زمین بر گرد خورشید، و ما باید که هنگامه هایی رو در سال می داشتیم، هنگام برگشت به همان نقطه‌ای که پیش از این آغازیده ایم، دوباره به همان نقطه برگردیم. این دریافتی بوده که دیرگاهان نیاکانمون داشتن، که می دیدن که از یک جای سال یا زمان می آغازد، می رود به گرمی، دیگر بار گرمی به خشکی، از خشکی دیگر بار باز روز میشه به سرما و برف و باران، دیگر بار می آغازد. این دریافت تازه‌ای نیست که ما بگیم، ولی کم و بیش یک جایی را مردم نشانه می گرفتن که این زمان باید که سال نو باشد یا آغاز باشد. در این که آغاز کی بوده هست، آیا همین آغازی که ما داریم نوروز همینی که اکنون هست، بیگمان یه بخشش درسته، ولی یک آغازهای دیگری رو هم نیاکانمان در زندگیشون می آوردن. یکی دیگر آغازی بوده است که تابستون به پایان می رسیده، این رو آغاز برای خودشون می دونستن، زیرا که خرمنها برچیده شده و همه کار به پایان رسیده، باز روز از نو میتونسته این آغاز باشه، مهرگان. و ما باز این مهرگان رو برای یک شهریار بسیار خوشنام و بزرگ به نام او گذاشته ایم. یادم باشد که هنگامه های تاریخی و نام های شکوهمند تاریخی را نیاکانمون در به کسان نیز می دادند. یک برای نمونه آغاز خزان یا پاییز که مهر بوده است و برای ما گویا یک آغاز سال بود در یک بازی زمانی. اون بازی زمانی کمی ناروشن است، ولی می شود که کاوید و جست و یافت چیزی از اون رو، ما اون رو به فریدون دادیم. فریدون چه کسی هست؟ فریدونی کسی است که در تاریخ اسطوره ما، در اسطوره من میگم، ولی خب می شود رد پای اون رو توی تاریخ هم دید، می شود دید، دشوار نیست، ولی تو اسطوره من میگم، در اسطوره اون کسی هست که یه بیگانه ای رو که 1000 سال و بر ایران چیره بوده و نماد اهریمن هم بوده، بیگانه و نماد اهریمن. حالا در این نگام هست که خب آژیدها که میتونسته ایرانی باشه، اینم سخنی هستا، ولی چون کارهای بسیار بسیار بدی کرده، ایرانی ها نمی پسندن که چون این کسی از اونها باشد. میتونی که از نگاه هم این باشه که شناسنامه او رو خط کشیدن و گفتن تو بیگانه هستید. ولی خب نگاه های دیگه هم هست که مردمانی که در میان رودان می زیستند به ایران تاختند. برای نمونه آشوریان رو بیشتر می دونن که چون بسیار خوناشام بودن، آشوریان بسیار ویرانگر بودن، به این ویرانگری بسیار بالایی که آشوریان داشتند یک نگاه هست که به آژیدها که دادن. حالا
نرم چون سخن جداگونه ای هست، ولی این رو ایرانیان به فریدون دادن. فریدون کسی هست که این هزاره اهریمن رو پس میزند و دوباره مهر ایران رو برمیگرداند، اون روشنایی، و نامش هم مهرگانم هست. مهر هم نماد خورشیده. ما مردمان خورشید پرست یا میترایی بودیم از دیرگاهان، برای اینکه خورشید را بزرگترین نمود و بود و پدیده هستی می دانستیم. یک آغاز بوده. یه آغازی دیگه هم می تونسته باشه و اون هم دیگان هست. دیگان، خود واژه دی به زبان ما ایرانیان به چم زایش بوده، هم زایش هست، هم نور، هم خدا هم هست. و واژه دیو که دیو که ما میگیم همین دنباله دی هست. دیو پسفند ایف که ما داریم تو زبانهای فرنگیان تو زبان ما هم میتونه باشه. این دی و دیو، کسی که چیزی که بسیار همواره روشن هست، همواره میتابد. و ما میدونیم که روز دی هم از همینجا میاد و ما هر ماه هم 4 بار نام دی رو داریم، نام دی، چون میدونید که هر ماه 30 روز دارد و هر روز هم یک نامی دارد. تو این ماه 4 بار نام دی میاد. این هم یک آغاز سال بوده، زیرا که میپنداشتن که در یه چنین روزی که کوتاهترین روز هست و بلندترین شب هست، شب بسیار بلند، در شب بسیار بلند تاریک میتواند زایش فرخنده ای رخ دهد. این دریافت هست. میترا در یک غار بسیار سیاه تاریک و شبی بسیار بلند زاده میشه. این هم یک نگاه دیگری از آغاز سال بوده و این هم بازم در پیوند با فرهنگ میترایی هست. همون مهرگان و هم این دیگان، اینا هرشون میترایی هستند و همه اینها در همین زمان ها ما خدای ما در نگاه ما دیو بوده است، دیو بوده است، خود واژه خدا. و خب سپس در یه بازی زمانی پس میزنیم این واژه رو به کسانی که از ما جدا میشن و آیین های دیگری میگیرن داده میشه. آغاز دیگر زمان هم بهاره که خب جمشید میدن دیگه. جمشید کسیه که میتوان گفت که از یک نگاه نزدیکتر، از نگاه تاریخی از یک نگاه هم کهن‌ترین چهره هست برای ما، ولی به هر روی این نگاهیه که خب مزدای اسنان جمشید رو میپسندن تا مهرگان رو یا اون رو بلکه بیشتر یا دیگان رو. و از این نگاه چون مزدای اسنان را اگر ما به اشو زرتشت بداریم نزدیکتر از نگاه زمانی، ولی از این نگاه دیگر کهن‌ترین زمان هم هست، زیرا که نیای بسیار کهنی است برای همه آریاییانی که در این بخش از آسیا میزیستند، هندیان که اکنون اینا جمع نیای همه من بوده. حالا من دور نشم چون سخن به درازا کشیده میشه. و این پس یک یادگاری بسیار کهنی هست از این نگاه که به ما رسیده. و این روز نوی که ما اکنون داریم همین روز 1 فروردینه. روزهای نوی دیگه هم گفتم که داشتیم، اونها رو کنار زدیم، ولی یادگارهای اونها از میان برداشته نشد، زیرا که ایرانیان دوست نمیدارن که یادگارهای گذشتهشون را بزدایند، بسترند، بلکه در انبان تاریخشان آنها را می نشانند یا در اون رف تاریخ و فرهنگشان می نشانند و می ستایند آنها را، پاس می دارند، با نگاه می دارند که مبادا آسیب آنها برسد. و این از این نگاه برای ما یک یادگاری است بسیار کهن و از سوی دیگه هم سخت در پیوند با زیست کشاورزی است، چون زیست کشاورزی به این وابسته است که چه زمانی بهار می شود، چه زمانی تابستان، خزان و سپس پاییز، برای اینکه بکارند دیگر، بکارند و بدارند و بدروند، بار دیگر بکارند و بدارند و بدروند. این کار کشاورزی است که به سخت وابسته است به خورشید. با ماه کار چندانی نداره. ماه برای اینکه یک دستیار هستی هست، شباهنگام میاد و اون هم نه همواره میاد بلکه اندک اندک پر شود، آنجا که به 14 و 15 دوباره زان سپس تهی می شود. این انبانی که این آوندی که جامی که پر کرده است یا انباشته است کم میشه بار دیگر، وگرنه
بیشتره. و یک کاربرد دیگه هم ماه داشته، اون سی روزش بوده که یا 29 سی روزی که بوده، این بیاری میرسونده به انسانهایی که بدونن که اکنون چند روز گذشته است از این آغاز ما، این هم یاری رسان بوده به همین اندازه. ولی به کار کشاورزی در دریافت مردم نبوده، اگرچه خود ماه در بالانسی که بر روی زمین داره بویژه بر روی کشاورزی و آبها بسیار سهم داره. خب میپندارم که دریافت مردم بی نبوده، وگرنه نبود ماه بر پایه تئوری اگر ماه نبود زیست نبود، و سپس که ماه پدید اومد بر روی زمین یک رشته کنش و کنش های دیگری پدید اومد این ماه که، و حالا گویند که چون دو تا گردونه بودند اینها یه زمانی به هم بر میخورند تو هم فرو میرن، در اون آغازه ها یه تیکه هم پرت میشه، مانندی میمونه که اینها دو تا یاری که به هم شیفته بودند در آغوش هم میرن، یه بچه هم میزایند. و چون این از زایش این دو هست یا از پیوست این دو هست سخت بین وابسته، و تو گویی که از جنس آن هست، از زهدان این دو پدید اومده، برای همین به زیست روی زمین بسیار یاری رسونده. یه نگاه هست، حالا من تو اون بخش دانشی ندارم که برم، ولی خب برپای خونده ها و شنیده ها و آموخته ها دارم میگم. پس خورشید بسیار جایگاه بالایی داره. دیگر اینکه من گفتم که یه شه سوار میهنی شکست ناپذیره، این بسیار سخن است دیگر که این من به میان کشوندم. شه سوار واژه‌ای است که من برای هر کسی به کار نمیبرم، کسی میتونه شاه باشه ولی شه سوار نباشه، که این خب از اون سپس واژه های شوالیه و سواریه و از اینها هم اینها میان این نام ها. کسی که سواره هست همواره دلاور، در رزم، در کوشش. از ویژگی شه سواران، ویژگی بسیار برجستهشون، دلاور بودن و یاری رسان بودن. این واژه یاری و عیاران یا یاران که سپس درست میشه در پیوند با همین واژه آسواران یا شهسواران یا شوالیه ها هست. همین ویژگی رو ما در اروپا هم داریم. ریدنا ریترنا توی اروپا اسکاندیناوی همون سواره ها هستند. شوالیه یا سواریه هم در دیگر بخش های از او مردمان دلاور، جنگجو، جنگاور، نترس و یاری رسان. من این بخش هر دوشون رو، این نوروز ما داره، هم یاری رسان هست هم دلاوره. دلاور هست برای اینکه این فشرده جان همه ایرانیان هست. ایرانیان همه جانشون رو می فشردند یا فشردند و در نوروز گذاشتند، برای همین کسی نتونست این رو از ما بگیره. بسیار کوشیدن، تاختن و تاراندن بسیاری از بخشهای فرهنگیمون رو، ولی نوروز رو نتونستن بگیرن، زیرا که نوروز برآمده و فشرده آرمانها، آرزوها، گذشته ها ایرانیان بوده. همه دوستش داشتن، از شاه تا مردم دوستش داشتن نوروز رو، زیرا که ایرانیان بر فرهنگ جشنی فرهنگشون استوار است. مردمانی شادخاره، شادزی بودند. شادزی بودن ایرانیان برآمده از همین، میبینیم که این جشنهای فراوانی که ما داشتیم، همین خود واژه جشنیدن و یه واژه یسنیدن، اینا رو من جو پیش از اینم گفتم، حالا یاد آوردش دور از سود نخواهد بود، سودآور خواهد بود به هر روی. این جشنیدن و یا یسنیدن واژه است بسیار زیبا تو فرهنگ ما، که نیاکان ما هنگامی که می جشنیدند، آنان تو گویی که با خدایشون سخن می گفتند، یک کار دینی انجام می دادند. و جشن و یسن اینها یکی واژه هستند که در گذار زمان واژه ها پس و پیش می شوند. بله، برای همین ما
شادی بخشی از نگاه هستی شناسیمون بوده. گفتم بارا که دویومین آفرینشی که پس از آفرینش زن و مرد انجام میشه در نگاه ما ایرانیان شادی بوده، و اون هم برای این بوده که مردمی که میرن اون پایین تو زندگی سختی شاد باشن، برای اینکه زندگی بسیار سخت میشه، مردم به افسردگی کشیده میشن، ای چه بسا بیماری هایی که انسان بهشون دست میده بر آن هست که شادی نیست، و اون آیین هایی که اندوه رو و سوگ رو میآورند اینها بسیار آسیب رسان هستند به فرهنگ بشری، به زیست بشری، انسان رو به افسردگی میبرن، به دژم خویی، دژم رفتاری میکشونن، و این بسیار زیانبار هست. شادی یک نیروی پاد این هست که انسان را میبرد به امید، به خوشی و اندیشه آور میشود. انسانهای شاد، مردمان شاد اندیشه های کوشا و آفریننده دارند، پویا هستند. مردمانی که افسرده هستند در خود فرو میروند، میتونن بیاندیشن، ولی از درون آن همیشه چیزی خوبی در نمیاد، گاهی برای رهایی پیش میاد، ولی اگر مردم بین باور برسن که هستی همین است، رنج و سختی و تلخی و پس باید تن در داد و شکست، و یک اندیشه شکست در ما پدید میاد، پس ما مردمان جشنی هستیم، و این جشنی در اون نوروز بیشتر از هر چیز ریخته شد. نوروز و مهرگان و دیگان، این سه هنگامه را ایرانیان هرگز از دست ندادند، و حتی واژه مانند یلدا هم که میگن، در نگاه من این واژه فارسی هست که ساختار عربی به خودش گرفته، و اون هم واژه است که یل و دا هست، یل به چم بسیار بزرگ، دا هم همون دی هست، خدا هست، نور هست، زایش دیو هست. این سه هنگامه برای ما بیشتر از دیگر جاها یادگار مونده است و نوروز بزرگترینشون هست. بار دیگر بگم که نوروز فشرده فرهنگ من هست، چکیده فرهنگ من هست، آرمانهای ما، ارزشهای ما هست در این. چرا ما؟ برای اینکه ایرانیان در این هنگام همه به گرد هم می آمدن، خشم و کینه و رشک و آز را به کناری می نهادن. همه اینا اینه که من برشمردم، پیوند انسان با انسان هست. ما رشک انسان با انسان دارد، کینه انسان با انسان، خشم انسان با انسان، آز، اینا چیزی هست که در پیوند با انسان با انسان یا آدمی با آدمی دیگر هست. اینها رو ما در این هنگامه کنار می زاریم. فرمان هست، فرمان نوروزه. چرا؟ برای اینکه نمی شود اگر اینها رو داشته باشیم، نمی تونیم برقصیم با هم، نمی توانیم دست به دست هم بدهیم و بکوبیم و بسراییم و بنوازیم و بخندیم با هم دیگر. پس برای اینکه این آیین برگزار بشه، پس همین رو باید کناری نهاد. من از همینجا میخوام که یک دریچه بگشایم برای اینکه این هنگامه رو که هنگامه بسیار شکوهمندی هست ازش یاری بگیریم، در همبستگی خودمون، در نزدیک شدن خودمون با هم دیگر، این کینه ها، خشم ها، دوری هایی که از هم دیگر داریم باید در این آغاز سال نو به کناری بنهیم و به سراغ هم برویم، در خانه هم دیگر را بزنیم و هم دیگر درود 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 بگوییم و شاد باش شاد باش به هم دیگر بگوییم. درود می دانید که واژه بسیار زیبایی هم هست تو پارسی ما که با اون کم آشنا، همون در پیوند با درستی و تندرستی هست که درود درست. اینها رو به هم دیگه بگوییم، اینها رو برای هم آرزو بکنیم، بخواهیم برای هم دیگه مون. به ویژه اکنون که دیرگاهی است که اهریمن بر کشور چیره هست و اندوه و سوگ و دروغ رو بر کشور چیره کرده است، به راستی همه اینها رو این کار کرده است، اندوه، دروغ، سوگ و خشم، همین رو مردم حالشون خوب نیست، هم خشم بر مردم چیره هست، روانشون خوب نیست، زیرا که خوب روزگار خوش بهشون نمیگذرد، یه اهریمنی بر کشور چیره هست. یه چونین ویژگی را که اهریمن که ویژگی خودش هم از آفریده به ما داده، باید که اینها را به کنار بزنیم و این پراکندگی رو که اینجا اونجا گاه پدید میآید بیاری نوروز و فرهنگ نوروزی به جکرون این روزها اینها را بشوییم، بسطوریم و به دور بریزیم
و برگردیم به خودمان، ببینیم هم دیگمون رو، چون فرزندان یک میهن، فرزندان یک مام، هم دیگمون رو ببینیم. داشتن اندیشه های گوناگون تا اون زمانی که به یک پارچگی میهن آسیب نمیرساند، آن ملت ایران آسیب نمیرساند، باشد، چه بد نیست که اگر اون زمانی که آسیب میرسونه خب چیز دیگری است، ولی تا این زمان که آسیب نمیرساند همه ما خواهر برادرای هم، فرزندان هم هستیم در این سرزمین، و به هم نزدیک بشیم و همدیگه رو دوست بداریم، به راستی دوست بداریم. این نگاه من هست، من سخت بر دوستی میهنی میکوشم. گفتارهای چند تازگی داشتم برای دوستی میهنی، با فرزندان یک خانواده هستیم، یک سرزمین هستیم، دوست بداریم همدیگمون رو. برای آبادانی کشور دوستی هست که بزرگترین سرمایه هست، دشمنی هست که بزرگترین آسیب رسانه برای آبادانی کشور است. هرچی دوستی بیشتر در کشور باشد، آبادانی بیشتر است، زندگی آرامتر است، آرامش بیشتر، مردم خوشبختتر هستند، تا اینکه دشمنی به جون هم بیفتند و اندیشه های دینی که ویرانگرانه رو بالا آوردن به جون بر سر هم دیگر زدن. کوتاه کنم سخن خودم، چون سخنم در این راسته نبود، ولی دریغم اومد که به سراغ نوروز نرم و این هنگامه بسیار شکوهمند رو ارج نگذارم، نستایم. به راستی که نوروز را باید بستاییم، همچنان که در نیایش خودم گفتم، نیایش میهنی خودم، نوروز را، این بزرگترین شهسوار فرهنگی من، به راستی شهسوار فرهنگیمون که دلاورانه تا به امروز آمده است، در هنگامه های سخت دستمون رو گرفته و ما رو به اینجا رسونده، شمالی به دست، روشنایی به دست، فانوسی به دست، ما رو به اینجا رسونده، بستاییم این هنگامی بسیار شکوهمند رو. گفتم که دشمن کوشید بیگانگان که اینو بگیرن از ما، ولی نتونستن بگیرن، زیرا که این فشرده جانمان بوده است، فشرده همه تاریخمون بوده است نوروز، یکی از اون آیین های بسیار شکوهمندمون، این فشرده بود در پیوند با نوروز. پس بار دیگر نوروز بر همه ما ایرانیان خجسته باد، همایگون باد. نوروز هنگامه باشد برای رهایی از تیرگی های گذشته، هنگامه باشد برای رویش زیبا، به تن کردن رخت سبز شادی، رخت سبز بهاری و نویی و تازگی. هنگامه باشد که ما به سراغ هم برویم، به کنار بنهیم هر آنچه را که اهریمن خاکستر دود بر سرمان پاشیده است، بشوییم، بروبیم و تازه بشویم. نوروز بار دیگر برای همه من همایگون باد. من برای که خسرو بخش دیگر سخنمون، نام شهریار آزادی بخش نامش رو گذاشتم، و آزادی بخش به درستی هم آزادی بخش بود، زیرا روزگاری که افراسیاب بر اون بخش از در همسایگی ایران چیره بود، در سرزمین توران بسیار بد می کرد با ایرانیان، جنگ همواره در کارش بود و اون جنگ رو می آغازید، ایرانیان در پدافند بودند. پس این جنگی هم که، یا بگم همون جنگ های آغازینی که سیاوخش رفت به جنگ با اون و دید که اونها شکست میخورن، اونها دست برافراشتند و آشتی کردند، ولی خب داستانشون رو همتون میدونید که پدرش نمیخواست که اینا آشتی بکنن، و سپس چون دلگیر بوده دست پدرش و مادر اندرش یا همسر پدرش سودابه، دیگه نخواست که برگرده به ایران، به همونجا موند و سپس پریگیس یا فرنگیس را به او دادن به پشت با نگاه پیران لیسه که مرد بسیار فرزانی است در دستگاه افراسیاب، و سپس هم کشته میشه به دست خود افراسیاب و برادرش، و داستان رو میدونید که سپس این فرزند این سیاوش است با فرنگیس یا پریگیس، این همسر فرزند است که خسرو، و از این زمان بیم بر میبینیم که تو گویی که این اهریمن است که دم میافشاند بر روی ایران، دم تاریکی، دم اندوه، خوشکار اومده است.
در نگاه ما این بود از هنگامی که خوشکار بر کشور چیره بشه، دیو اپوش بر کار هست یا خاندان دیوها، چون دیوها خاندان هستند، اینها چیره هستند، خشکی رو می آورند، دروغ رو می آورند، خشم رو می آورند. و بر ایرانیان خوشکار سالها بود که باران نمی بارید، می گفتن که نقشه اهریمن هست، دیوان هست. و که خسرو که اومد، خب به نخستین کارهایی که کرد این بود که باران برگشت، آبادانی برگشت به ایران، و گام به گام در 60 سال که فرمون زیست، سال فرمون روا بود گویا، این در این 60 سال همه کارها رو انجام داد و سرانجام رفت سراغ کسی که زمین ساز این بوده. و پس از این که کیخسرو که پدر مادرش هست، نیای مادریش هم هست، او رو میکشه. و سپس که میبینه کارش به پایان رسیده، پیام پسین رو بهش میده که دیگه من کارم پایانه. پس که خسرو رو از این نگاه یک شهریار آزادی بخش باید دونست و یک چهره بسیار ویژه‌ای هم هست که ما جز که خسرو کسی نداریم که چنین باشه. میگن در خانوادهش زنانی بودند، ولی این زنان نقشه چه داشتن، دستیار رو داشتن یا کنیز رو داشتن، چه داشتن روشن نیست، ولی توی اون دربارش وانوان بودند. و میشه چنین در چون ازش هیچ فرزندی نمونده، میشه چنین دریافت که یک گرایش پارسایی که تو فرهنگمون اینجا اونجا گاهی سر بر می آورد، ولی این گونه فرهنگ پارسایی که با زن نزیستن، بچه دار نشدن، بیشتر در بخش از فرهنگ هندیان بوده است این، و سپس در دیگر بخش های جهان هم میره که از اینجا مایه میگیره، از این هند، چون هند به راستی که یک سرزمین بسیار پرشکوه و گونه های فراوان از اندیشه باورهای دینی بود. یک چهره ویژه‌ای هست که این رو ما میبینیم که کیخسرو هم از نشان چیز نشانی نیست از این که اون زنی داشته، بچه دار میشه و میبینیم که پایانش هم هست و خودش که میره بچه نمیمونه و پادشاهی میده به دست لهراس بهش میده. از این نگاه کیخسرو رو من یک شهریار آزادی بخش میدونم. من جا نوشتم خب افراسیاب که نیای پدریش مادریش هست، بسیار فزونی خواه هست و در نگاه ایرانیان نماد اهریمن رو میابد، چون که برادرش میکشه، با پدرش بسیار درگیر میشه و دامادش رو که سیاوخش است اون رو میکشه و حتی بچه سیاوخش رو میخواد بکشه که همین کیخسرو است که به هر روی دست سرنوشت یا هستی او رو نمیذاره که کشته بشه. از این گونه داستان ها ما در تاریخ فراوان داریم که آمیخته است با باورهای دینی. آنچه که به گفتار امروزمون برمیگرده و بیشتر هست کیخسرو و جانشینانش هست که کیخسرو پس اینکه همه کارا رو انجام میده، یک فراخوان میده، یه چیز بمانند لویه جرگه که همون همایش همگان، لویه همگان است، واژه پشتون هست، لویه جرگه، همایش همگان، همه فرا میخواند. و در اینجا خب باید زال باشه، رستم باشه و دیگر کسان باشن، خانواده گودرزیان هستن و از گذشته ها هستن، توس که از خاندان گذشته فریدونیان از اون زمان هست، اینا هم هستن اونجا. و در اونجا میگه که من دیگر نمیخوام پادشاه باشم و میرم از اینجا و به درود میگم و برای هیچ کسی جا نمیفته که این داره چه کار میکنه. چه کسی رو برمیگزینه؟ لهراسب رو. خب حالا لهراسب کی در اینجا؟ دریافته گوناگون است، چون به ما روشن نمیگه اسطوره
که آیا لوح راست می شود همون آغاز هخامنشیان می شود دانست، چون این دریافتی می شود کرد و یا خود داریوش می شود دانستیم، چون اگر که خسرو رو ما کوروش بدانیم خب این یک بازه زمانی میرسه به لحراس با. و هر روی من روی این بخش چون سخن امروز من نیست نمیخوام اینجا برم و تاریخ را با اسطوره نمیخوام روش قاب کابم که این کجا هست، ولی از یه نگاه دیگه میشود رفت که لحراس یک شاه دینی هست. دینی کی هست که در بلخ و برپای شاهنامه میشود دریافت که یک نگاه میترایی داره، مهر پرسته، برای اینکه آتش برزین مهر رو اون بر پای نگاه اون میسازه، برای پای دیگه اون این رو گسترش میده، همین مهر پرستی یا میترایی رو اون گسترش میده، که سپس به پسرش که میرسه که گشتاسپ پس و در زمان گشتاسپ اشو زرتوش سر بر میاره که یک چرخش آینی در ایران پدید میاد و چونین هم در میان خود ایرانیان هم با دشواری و کشت و کشتار ما نمی بینیم، تنها گرفتاری که برای گشتاس پیش میاد از نگاه تاریخی از سوی ارجاسبه و ارجاس میخواد که ایرانیان همون آیین گذشتهشون رو داشته باشن که اینا هم آیین بودن با هم و اون همیشه بر دریافت آیین برزین مهری یا میترایی یا مهری بوده است و برزین مهر آتش برزین مهر نشان از این هست که میترایان نیز آتش رو میستودند و پرستندگان یا ستایشگران آتش بودند میترایان و این چیز تازه ای نیست که زرتشت یا اشو زرتشت آورده باشه. اشو زرتشت اون رو پی گرفت برای اینکه یک نماد بسیار شکوهمندی بود، آتش و نور و روشنایی. همینجا من یک کمانه در سخن خودم بیارم که بد نیست که حالا پای کم بریم سراغ فلسفه هم بریم و سراغ میدانهای دیگه هم بریم، حالا فلسفه چون اکنون فلسفه اون شکوه گذشتش رو نداره، بیش برای اینکه بخش بسیار بسیار بزرگ فلسفه رو دانش گرفته و یه بخش اکنون فلسفه یک میدان بسیار کوچکی رو در دست داره، اونم بیشتر پردازش های اندیشمانی هست که میتونه به انسان رو به جای دیگه ببره، بیشتر اون اندازه مونده، فراتر از اون دیگر نیست. آیین های ما ایرانیان و همه آیین های میشود گفت که اروپایان آیین های نورانی هستند، نوری هستند و همین خود واژه دیو که ما میگیم یا دیو یا دیه یا دی که میگیم سخن از همین داره. دیوان که میگوییم همان برابر با روشنان هست و گفتم که دی به چم روشنایی است و دیو هم یا دیو یا دیو که به کار میبریم در به چمی که بسیار روشن هست. ما این آیین رو همیشه این نگاه رو فرهنگ ما ایرانیان همواره داشتند، پیش از زرتشت پس از زرتشت. زرتشت با یک اونگونه که من در میابم با یک آرامش جابجا میشه از یک آیین گذشته تر، با اون هم نگاه من این بوده که این آخوندهای میترایی تندروی های فراوانی داشتن در کشتار، دستشون کشتار جانوران دستشون بسیار گشوده بود و این اون چیزی نبود که زرتشت دوست داشته باشه، زیرا زرتشت نگاهی که در نگاه زرتشت آدم میبینه اینه که ستایش جانوران در کارش بود و اینا رو بیشتر دوست میداشت. حالا این نگاهی که آیا نگاه زرتشت یک نگاه در دم پدید اومده باشه، نه، این نگاه در گذشته بسیار دورتر هم بوده، ولی اشو زرتشت این رو میاره بالا و میپرورونه و بر جای مینشونه و توانمند گرنه نمیتونه اندیشه در دم با یک سرانگشت زدن پدید بیاد یا بمیره. اینا هستن برخی از اندیشه، چون باریکه های آبی راه میرن در کنار اون اندیشه که چیره هست یا اون باوری که چیره هست، در یه پیچ تاریخی این اندیشه که اکنون در کرانه هست میاد به میانه و اون در دست میگیره، پارادایم تازه‌ای پدید میاد
همه این اندیشه ها همواره بودن در تاریخ. نگاهی که من دارم چیز بسیار تازه ای نیست همه، بلکه پرورده میشه، باز آفریده میشه، باز ساخته میشه و میدان تازه بهشون داده میشه. این در پیوند با اشو زرتشت رو من بگم، دور نشم از سخن خودم، که ما فرهنگ ما فرهنگ نورانی هست، در هند هم همینه، در اروپا هم همینه، اگرچه می شود گفت که دیگر آیین ها هم کمیش همین بودن، برای اینکه برای نمونه در فرهنگ های مایا، استک، اینکا، اونها می بینیم خورشید بسیار بسیار جایگاه برجسته ای داره و خدا هست در یک نگاه. به سخن دیگر اونها هم فرهنگ های نورانی داشتند و حتی شما در چین و ژاپن هم اونها هم همین جام هست و این نگاه نورانی داشتن به هستی و از اون برش نگاه تاریکی و شب که نماد بخش اون بر سکه هست، این همیشه در فرهنگ های جهان بوده. فرهنگ ما ایرانیان بسیار روشن هست، این بخش که ما فرهنگ های نورانی بودیم، دیو، دیوان، روشنان. خب برمیگردم به سراغ که لهراسب یک اونگونه که می شود دریافت برآمد از یک شهریار دینیک هست. بلخ بر پای گزارش هایی که از گذشته دور بیرون از شاهنامه، یک سرزمینی بوده چون نزدیکی آمو دریا هست و تمدن آمو یکی از تمدن های بسیار درخشانیه، بیگمان تمدن آمو که سخت بر کشاورزی و رودخانه‌ای هست، فرهنگ رودخانه را رو من بهشون برمیگردم یک زمانی، اینجا هستن، هم رودخانه‌ای و هم کشاورزی و هم می شود بیاد در اون آبهای آمو کشتیرانی قایقرانی هم کرد. اینجا خب کهن هست بلخ و آمو، تمدن آمو بسیار کهن، دست کم به چیزی میان 3 تا 5 هزار سال پیش برمیگرده. در اونجا خب آینه های فراوانی بوده است و بلخ یکی از اون مادر شهرهایی بوده که آیین های گوناگونی در اونجا بوده. بیگمان آیین های هندی در اونجا می اومدن، داد و ستد داشتن، آیین هایی از سمت چین اونجا می اومدن، داد و ستد داشتن و آیین هایی از خود سرزمین های ایرانی و آریایی در اونجا داد و ستد. یکی از اون قبلگاه ها هست، یا به سخن پارسی خودمون یک بوسه هست، بوسگاه. در زبان پارسی به قبله بوسگاه هم میگویند. بوسگاهی بود است که اونجا مردم میرفتن میبوسیدن، بتی رو، دیواری رو، یا نامی رو، یا آتشی رو میبوسیدن، بوسگاه. و این از اونجا برمیاد و از یه نگاه میبینیم که چقدر با ساسانیان یک جاهای نزدیکی دارن در اینجا. این نکته داشته باشیم که گفتن نزدیکی لهراسبیان با ساسانیان، من به نام لهراسبیان یاد میکنه حالا و از این نگاه درست هم هست، برای اینکه تا زمان اسکندر همین خاندان لهراسبیان هستند و سپس یک بیگانه میاد. یک از نکته هست اینم که میبینیم که پایان لهراسبیان یک تازش بیگانه هست، از باختر ایران میان میتازن به سرزمین و تا پایان ساسانیان هم یه تازش بیگانه است، اون هم از باختر ایران به سرزمین میتازن. اینا رو میشود زیر نام الگوهای تاریخی هم از اینا یاد کرد. باری لهراسب رو ایرانیان نمیپسندند، ایرانیان که نمیپسندند، در نگاه من ایران بیشتر از همه ایرانیانی که در سیستان بودن نمیپسندند، اگرچه اونها هم یک گرایش میترایی داشتند، ولی در نگاه خودشون باید که شهریار رو از یک خاندان بالاتری برگزید، اگرچه به ما نمیگه چیزی که خود اینها هم دنبال شهریاری بودن، برای اینکه هم سام نپذیرفت هم زال نپذیرفت، زمانی که مردم خواستن ازشون که بیان شما شهریار بشید نپذیرفتن و این گرفتار این رو نداشتن که اونا بشن شهریار ایران بشن یا شاهنشاه بشن، بلکه در نگاه اونها این آدم شایسته نبود. ولی یه نکته هم همینجا هم هست که میشود یه درنگید که میخوام بکنم با کیخسرو کمی
کل کل کنیم، باشه کم گلاویز بشیم، که کیخسرو نه تنها سخنان زال رو گوش نداد یا نشنود، بلکه دیگر کسان رو هم بها نداد و یک راه تکرایی رو پیشه کرد و گفت که من چیزی رو میدونم که شما نمیدونید. و اونا هم گفتن خب چیه؟ گفت که آره اینشون از تبار تهمورس هست، تهمورب هست. با یه چنین سخنی بست، در گفتگو رو بست و اون رو جانشین خودش گذاشت. و این داشته باشیم این نکته رو که گاهی شهریارانی بسیار خوبی مانند کیخسرو هم شاید در به پیرسالی که میرسند تکرایی میشوند و تکرایی شدنشون هم میتونه به اینجا بیانجامه که در پی خودشون یادگار خوبی نگذارند. اینا پیش اومد در تاریخ، اگرچه در روزگار شهریار خودشون بسیار درخشیدن، ولی گاهی دچار تکرایی میشن و این تکرایی ها آسیب رسان هست. برای نمونه در نگاه من اینجا بهش میرسیم میگه چی هست این رو. نکته دیگری که در این راست است که لوح راست اونگونه که ما میبینیم یک آدم دینی و آرامی هست، تو آتشکده هست و خیلی میشود یک موبت شاه هست. موبت شایری که ما خیلی بیشتر از هر جا میتونیم بدونیم این چه هست؟ لوح راست به پسرش هم هست، ولی پسرش ساز دیگری میزنه، اگرچه پسرش گشتاس دو تا خانشه، یکی خانش دینی که من هست که اون رو یکی از بزرگان و از اون بهشت روندگان میدونند گشتاس، ولی در شاهنامه دربارش خوب نمیگن، نمیگه. پرونده بسیار بدی داره در شاهنامه و بدی که داره شاید بشه این گونه دریافت که این گشتاس بود که زمینه نابودی نهاد پهلوانی رو فراهم آورد. بهش میرسم من این رو. در شاهنامه هم گشتاس و هم پسرش که اسفندیار هست، اینا سخت تشنه تاج و تخت هستند برپای شاهنامه و شاید این پاسخ دادی یا یک نگاهی در سرزمین های خورایان یا خراسان. خورایان که من میگم این رو همه بخش خاور ایران رو من میگم، از سیستان گرفته برو تا دریاچه اورال رو من به نام خورایان میگم، اگرچه خب سیستان رو به سرزمین نیمروز هم میگم، ولی من اون بخش رو هم رو به یک نام میخوام بخونم، زیرا که یک میدان دیگری هست، اون کویر بیابان میان ایران رو دو پاره کرده و یک از شکوهایی هم هست که با اینکه سرزمین ایران با بودن یک بیابان به اون بزرگی دو پاره شده، ولی دو پاره هم نیستا، به هم تنیده هستن، به هم پیوسته هستن، فرهنگا بسیار نزدیک به همن. اگر به خراسان میری میبینی که در آذربایجان هم همون رو میبینی، در سیستان میبینی، در خوزستان و لورهام همینا رو میبینی، بسیار نزدیکی هست با هم دیگه. داشتم میگفتم که در بخش خراسان یا خورایان، کم سخنم دور شدم من، حالا برگردم که چون دور نشم سخن. گفتم که هر دو، هم گشتاسپ هم اسفندیار، اینها تشنه قدرت بودند، تشنه تاج و تخت بودند و تو شاهنامه هم از اینا خوب نمیاد. حالا اینجا سخنم بود که شاید یک نگاهی هست در اون بخش از ایران به اینکه ما باید در اون زمان فردوسی شاید برجسته میشه یا این خانش ها بیشتر برگزیده میشه از به دست فردوسی، چون بیگمان خانش های دیگری هم بوده، داستان دیگری هم بوده، این میاد بالا که برجستی کردن خاندان پهلوانی یا نگاه پهلوانی و نگاهی که بسیار ایرانگرا هست،
پیش از آن که دینگرا باشی، اگرچه خب در ایران دین ایرانی هست، بسیار ایرانگرا هست، ولی به هر روی در اونجا چون این دریافتی رو می شود کرد که نگاه بر اینه که این رو بیاریم بالا و آن و درگیری میان این دو رو برجسته میکنه. میتونستم نکنه از شاهنامه‌اش بگذره، ولی تو شاهنامه برجسته میکنه. داستان رستم و اسفندیار یکی از تلخترین داستانها هست و همزمان هزاران درش سخن، هزاران پیام توش هست، فردوسی توش بسیار سخن گذاشته. بریم سراغ بخش دیگر سخنم که دنبال سخنم که بهمن پسر اسفندیار، خب اسفندیار کشته میشه دیگه، با اینکه چه هست رویین تنه و هیچ چیزی نباید بهش بخوره و نمیتونه ازش بگذره، ولی خب یه جاش یک کاسی از چشمش که رستم از اون چشمش او رو میزنه، ولی پسرش میاد با اینکه پرورده خانواده رستم از خانواده زال هست، خاندان این دوتا خاندان است، ولی چون رستم پدرش کشته و خودشم میدونه که نباید این کار میشده و این رستم نمیخواسته، ولی یک میبینیم یک کارنامه نچندان درخشانی رو ما توی خاندان لهراسپیان میبینیم. حالا خودش مرد بدی نیست، ولی گشتاس تو همین میدون هست، اسفندیار تو همین میدونه و بهمن هم تو همین میدون هم هست و اینها یک نقشی رو پیش کردن که یک نهاد پهلوانی رو از میان بردارند. در نگاه من برداشتن نهاد پهلوانی یا پهلوانان در ایران زمینه شکسته، ولی این رو از من بیاری اسطوره و با یه چشم پردازش جامعه شناسی دارم می نگرم، با این چشم می نگرم. شما زمانی که نهاد پهلوانی رو در کنارنگ ها بخشین و مرزبانان پهلوانان ما اینا رو شما آسیب بهشون برسونید، دیر یا زود زمین مرزهای ما تهی میشن، میتونه هر کسی به تازه به سرزمین ما. این یکی از اون سخنانی که میشود دریافت از این بخش از شاهنامه ها. میبینیم که خب شما زمانی که رستم رو برید، اون همه لشکر کشی کن، اون همه سپاه بردارید، همه خاندان رستم رو از میان بردارید، بکشید همه اونا رو، که برخی گویند که زال رو هم کشتین رو، برخی گزارش نه میگن زال رو نمیدونم نکشت یا چی شد که نتونست بکشه، که خب توی پیرامون زال چون آمیخته است با اسطوره این دریافت هم هست که اون نامیرا هست، چون خدای زمان زرون هست، زال زرون هست، اون نباید بمیره. و توی اسطوره یه کاری کردن که میگن سر این گزارها کلاه بذارن، گزارش کلا بذارن که و دور بکنن، تیغ رو که به گردن زال بخوره این تیر دور بکنن تا اون بماند. اونم از خود انگیزه اسطوره هست و جایگاهی که زال زر یا زال زرون، خود زال هم دگرگونی یافته، خود واژه زر هست از نگاه زبانی، زر زال اینا بسیار نزدیکن، پیرزن پیرزال اینا از واژگانی من میگم، این نباید بمیره، اگر همه اینا نابود شدن دیگر هیچگاه سر بر نیاورد. در اسطورا در اون چه که به چه بر میگرده پهلوانیمون نابود شدند. یک یادآوری بعدی هم نیست که بد نیست که بدونیم که پهلوانی توی سخنمون نهاد پهلوانی با فریدون پرید اومد و فریدون که بر سر کار اومد پهلوان باید می اومد، چون دیگر جمشید نیست، آژیدها که هم نیست، فریدونه. نیروی رزمی، پیدایش نیروی رزمی و توده‌ای
که کاوه هست، کاوه آهنگران هست. خب اگرچه در گزارش جمشید میگه که اون نیزه‌داران رو آفرید، ساخت و لشکر و اینا رو درست کرد، ولی چیزی نمی نماید که نبردی یا کاربردی اینا رو چندان در داستان جمشید روشن نیست. میگه که همایش های از بزرگان میان، ولی هیچ گزاره جنگی چیز نیست. ولی در زمان فریدون جنگه، جنگ با نخستین جنگی که ما داریم با خود اهریمنه، آژیدها که، و برای این جنگ باید که سپاه بسازه، لشکر بده و فرمونده، و این نخستین گام هایی است برای پیدایش پهلوان، و نخستین پهلوان رو در تاریخ باید کاوه بدونیم و پسرش کارن یا کاران باید بدونیم، نخستین پهلوانمون رو. و در همین گیرودار میبینیم که گودرزیان، کشوادیان، کشوادان و نیرمان سر بر میارن، خاندانه های نیرمان. نیرمان یا نیرم، که نیرمان به چمه کسی که فرزند نیرم باشه، نیرام. اینا حالا من سراغ واژه ها نرم، چون گاهی دوستان به من میگن که سراغ واژه که میری گم میشه. درست هم از خود من سخت شیفت هستم که نیرام، که نیرم ما میگیم، نه یه چیز هست، رام هم یه چیز دیگه است. رام یکی از خدایانمون هستن، نی هم همون نوازندگی، نواختند، نی نواز، که ارنواز که میگیم، ارنواز از اینا اگر واژگار بدیم اونجا بر میخوریم، حالا دور نشم من اینو. پهلوانان بزرگ ما نیرمان، کشوادان، گودرزیان یا گودرز و گودرزیان، اینا سر بر می آورند و با شکست خاندان نیرمان تو گویی که همه خاندانهای پهلوانی هم گم میشن. نه که لشکر نبوده، ولی اون فلسفه پهلوان، اون شکوه پهلوانی سخت آسیب میبینه و اون ویژگی که میبینه بر رستم هست در جایگاه یک شهریاره، ولی برای رهایی ایران سر می نهد، میاد پیشواز به پیش شهریار ایران که میاد سر میاره پایین، زمین رو می بوسه. این در اوج توانمندی، ولی هنجارمند. هنجارمند که من میگم کسی که جایگاه بسیار بالایی داره، ولی برای پایداری و ماندگاری همبودگاه یا جامعه باید هنجارمند بشه. همینم هست، خاندان رستم این هست، خاندان سام و زال و نیرمان این چون این هستن. حالا من در آغاز سخن خودم گفتم، چون پایان سخنمون هست، من گفتم که لهراسپیان و در پی اون تازش بیگانه اسکندر اونجا می انجامه دیگه. میبینه پس از چند تا شهریار تازش اسکندر پیش میاد و آدم گاهی این دوتا رو کنار هم، لهراسپیا با هخامنشون رو کنار هم دیگه میذاره، برای اینکه اونجا هم پس از کیخسرو، حالا داریوش، که اینها کارشون خوب بود، سپس شیب میگیره، شیب نچندان خوبی، و میفته دست بیگانگان، میتازن به ایران، اسکندر اونا میتازن و هخامنشان میفتند. توی ساسانیان هم همین می شود دید که اردشیر یکم از یه نگاه اردشیر پنجم هست، از یه نگاه ها شاهان پارس، ایشون پسین شاه پارس هست اردشیر یکم، ولی چون خاندان تازه‌ای، خاندان ساسانیان رو راه میندازه، می شود اردشیر یکم میشه. ایشون با تئوری ایرانگرایی، میهن پرستی بسیار، و آمدن نقش دین مزدایستان یا مزدایستنیک در اونجا ایران رو می سازه، ایران بسیار بزرگ و شکوهمند. ولی خب این سرانجام می انجامه پس از چندی، را این بخشش نریم، می انجامه به تازش بیگانگان عرب به سرزمین ما. آدم می پرسیم که آیا می شود اینها رو الگو دونست که پس از چندی با بیگانگانی به تازند، همون چیزی که در گذشته داشتیم دوباره پیش اومد، دوباره پیش اومد. آیا میشود اینا رو
زیر الگوهای تاریخی یاد کرد. سخن خودم را بفشرم گرامین پایان سخنان که کیخسرو در جایگاه شهریار آزادی بخش بسیار می درخشه، ولی در پایان کار خودش در نگاه من به تکرایی می افته. پیرامونش می تونستن کسان دیگه هم فراوان باشن و همواره هم در گزینش شاهان یه رایزنی هم بوده و رایزنی رو بزرگان هم دست داشتن. برای نمونه کیقوباد، نقش خاندان سامنریمان، اینا نقش دارن که اینا میان با همدیگه رایزنی میکنن، کاستیها رو میگیرن. و در اینجا کیخسرو تنها رای خودش رفت، هیچ سخنی رو نشنید و گزینش خودش و لهراس رو گذاشت. بر پای شاهنامه لهراس پدر گشتاس به که این گشتاس و پسرش اسفندیار بهمن، اینها برای نهاد پهلوان ایران بسیار آسیب رسان بودند و می شود گفت که می شود این زمینه رو ساخت که پس از این هست که گفتم بازم برپای شاهنامه که پیدایش اسکندر رو ما می بینیم، زیرا که باید به اونجا می انجام. با اینکه هما میاد خوب کار میکنه، داراب اینا کارهای بدی نمیکنن، ولی دنباله اون چه هست، خشت آغازگر نهد سازنده کج هست در نگاه من، که می شود از لخراس این رو گرفت. و این هم همون گزینش کیخسروست. خب کیخسرو بیگمان شهریارمون هست، نیایمون هست، ما میتونه نقدش هم بکنیم. این نقد کردن که ما گاهی بد فهمیدیم نقد کردن رو با دشمنی، اینه که بد آموخته هستیم، به سخن دیگر بی ادب هستیم، ادب نگرفتیم که نقد خود کردن رو نباید ببریم به سمت این که ورداریم این رو بکشیم، نابودشون کنیم. و اون خب این چون در نگاه من یک آیین دینی اهریمنی اسلامی که اومد جایی برای این چیزا نذاشت، نابودی یا این وری اون و سیاه و سپید، و این همون شوربختان همون چیزی بود که ما در 45-6 سال پیش اومد تو کشورمون و به کشور به تباهی کشوند. بار دیگر گرامیان نوروز را به شما خجسته باد میگویم، فرخنده باد برای هممون، و امیدواریم که نوروز امسال آغازی بشود برای یک دگرگونی بزرگ در کشورمون. و از ویژگی نوروز هم همین است که به ما امید میدهد، زیرا که آغاز هست، رویش هست، سبز شدن هست، خرمی هست. برای ما هم این در زندگی ما هم باید این پدید بیاد، این آرزویی است که میکنیم. و به گفته دوستمان مرداد که تنها به امید و آرزو نباید نشست. چه زیبا سخنی، بلکه باید دست به کار شد با امید، دست به کار شد با آرزو، دست به کار شد کمر بست کنار هم ایستاد، ولی با این امید که ما بریم و این اهریمن رو بیاریم پایین و شایستگان رو بر سر کار بنشانیم. سپاس به شما گرامیان. چون این باد استاد هلمند ارجمند، و سپاس بسیار از برنامه و سخنوری بسیار سودمند و زیبای شما.